سلام می کنم خدمت دوستداران و علاقمندان کانال عشق بافتنی. طاهره هستم با آموزش جدید از سری آموزش های بافتنی 2 میل در خدمت شما عزیزان. اگر اولین بار هست که به کانال ما سر می زنید، لطفاً سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید تا آموزش های جدید ما به دستتون برسه. امروز در خدمتون هستم با این مدل بسیار زیبا که ترکیبی از بافت رکن و پیچ هستش. اگر میخواید آموزش این پترن زیبا رو داشته باشید تا آخر ویدیو با من همراه باشید. برای بافت این مدل احتیاج داریم به دونه های از مضربه 12 به اضافه 6 تا دونه برای انتهای کار و 2 تا دونه برای حاشیه که من اینجا برای نمونه براتون 20 تا دونه سر انداختم. رج اول که رج پایمون هستش، دونه اول رو از زیر میبافیم و ما بقیه دونه ها رو از رو می بافیم. رج اول دونه حاشیه رو که برداشتیم، 6 تا دونه اولمون به صورت رکن بافته میشن، یعنی هم روی کار و هم زیر کار باید به یه صورت بافته بشن که من اینجا به رو میبافم دونه هامو. ببینید 6 تا دونه اول رو به رو میبافیم. 1 2 3 4 5 و 6 تا دونه. 6 تا دونه رو که به رو بافتیم، بعد از اون این دونه رو 1 دونه تبدیل به 5 تا میشه. 1 2 3 4 و 5 تا. بعد از اون 4 تا به زیر میبافیم. 1 2 3 و 4 تا زیر و 1 دونه تبدیل به 5 تا دونه میشه. 1 2 3 4 و اینم دونه پنجم. اینم 6 تا دونه انتهای کارمون هستش که از رو میبافیم. 2 3 4 5 و 6 اینم دونه حاشیه رو از رو میبافیم. رج دوم که رج پشت کارمون هستش، دونه حاشیه رو برمیداریم، 6 تا دونه اول که بافت رکن بودن از رو میبافیم. 1 2 3 4 5 و 6 تا. این 5 تا دونه نبافته وارد میله سمت راست میشن، به این صورت که نخ رو میاریم روی کار. 1 2 3 4 و 5 تا. این 5 تا دونه رو نبافته وارد میله سمت راست میکنیم. دوباره 4 تا به رو، 1 2 3 4 رو و 5 تا دونه رو نبافته وارد میل میکنیم. 1 2 3 4 و اینم دونه پنجم. و دوباره 6 تا دونه رکن رو از رو میبافیم. 1 2 3 4 این 5 و دونه آخر که دونه ششم هستش و دونه حاشیه. رج سوم دونه حاشیه رو که برداشتیم، 6 تا دونه اول رکن هستش که از رو میبافیم. 3 تا 4 این 5 و اینم دونه ششم. خب حالا دونه ای که به 5 تا دونه تبدیل شده بوده، با این دو تا دونه باید جابجا بشن به سمت چپ. ببینید این 5 تا دونه رو نبافته به میل میگیرید، دو تا دونه اول از زیر بافته میشن به این صورت. حالا با این میل سمت چپ 5 تا دونه رو بگیرید و این دو تا دونه رو از میل خارج کنید و از پشت دوباره به میل بگیرید به این صورت. و حالا این
دونه این دونه ها رو 5 تا دونه رو از زیر یکی کنید به این صورت. حالا این 5 تا دونه باید بیان جلوی این دو تا دونه. برای این کار نخ رو میاری رو، دو تا دونه رو نبافته بر میداریم به این صورت. چون که این دونه ها باید به سمت راست بشن، ببینید میل رو اینجوری وارد دونه ها بکنید، یک کمی دونه ها رو آزاد کنید. حالا این بار از پشت میل دونه ها میل رو وارد میکنیم و از زیر میبافیم. وقتی که بافتیم حالا جای دونه ها رو عوض میکنیم. ببین به این صورت این دوتا دونه رو میگیریم تو میل سمت چپ و این دونه رو میگیریم رو میل سمت راست. نخ رو میبریم پشت کار و این دوتا دونه ای که نبافته بودیم رو از زیر میبافیم. یک و دوتا به این صورت. دوباره مدلمون رو تکرار میکنیم. یعنی اگر بخوایم تکرار کنیم دوباره میاد 6 تا رکن و مدلمون تکرار میشه. اینم 6 تا دونه انتهای کارمون هستش که به صورت رکن میبافیم. و دونه حاشیه. رج چهارم تمام دونه ها به رو بافته میشن. رج پنجم دونه حاشیه که برداشتیم، 6 تا دونه اول به صورت رکن بافته میشه از رو. 3 4 دونه پنجم و دونه ششم. 1 2 3 4 5 6 تا، درسته؟ دو تا زیر میبافیم و این دو تا دونه رو با هم دیگه پیچ به سمت راست داریم. برای این کار ببینید دو تا دونه رو میگیریم وارد میل سمت راست میکنیم به این صورت، جابجا میشن. دونه دوم رو میاریم جلوی دونه اول میذاریم و حالا تبدیل به 5 تا میشه. 1 2 3 4 و 5 تا دونه رو از میل خارج میکنیم. حالا نوبت دونه دوم هستش. دوباره 1 2 3 4 و 5 تا به این صورت. اینجا الان 10 تا دونه داریم. دو تا زیر میبافیم و 6 تا دونه انتهای کارمون که رکن هستش. رج ششم دو سه چهار پنج و 6 تا دونه رکن داشتیم. اینم دو تا دونه مدلمون که از رو میبافیم و 10 تا دونه رو نبافته وارد میل سمت راستمون میکنیم. 1 2 3 اینم 4 و این 5 تا دونه اولمون و 1 2 3 4 5 5 تا دونه دوممون. دوباره تمام دونه ها رو از رو میبافیم. شش تا دونه به صورت رکن هستش. دونه حاشیه. رج هفتم دونه حاشیه اونی که برداشتیم، دونه های رکن رو میبافیم. 3 4 5 و 6 تا دونه. خب
6 تا دونه رکنه که بافتیم، 1 2 3 4 5 و اینم 6 تا. خب 6 تا دونه رکن رو بافتیم، این 5 تا دونه اول باید پیچ به سمت راست داشته باشند با این دو تا دونه. ببینید برای این کار گفتیم نخ رو میاریم روی کار، این دو تا دونه رو نبافته برمیداریم. خب حالا 5 تا دونه بعدی 1 2 3 4 و 5 تا. این 5 تا دونه ببینید یکم به این صورت آزادشون میکنیم به این صورت، و حالا میر رو از پشت دونه ها وارد میکنیم و از زیر یکی میشن. وقتی از زیر یکی شدن، حالا نوبت جابجایی هستش. این دو تا دونه رو از پشت جابجا میکنیم، دونه رو از رو میگیریم میاریم روی کار، نخ رو میبریم پشت و این دو تا دونه رو از زیر میبافیم، 1 و 2 تا. 5 تا دونه بعدی با این دو تا دونه باید پیچ به سمت چپ بشن. برای این کار 5 تا دونه رو نبافته به میل میگیریم، 1 2، این شد 3 4 و 5 تا. 5 تا دونه رو به میل میگیریم، دو تا دونه بعدی رو از زیر میبافیم. حالا 5 تا دونه وارد میل سمت چپ میشن، دو تا دونه رو آزاد میکنیم، از پشت میگیریم و 5 تا دونه رو با هم دیگه از زیر یکی میشن. خب دوستان دقت داشته باشید، اگر پیچمون به سمت راست بود، این 5 تا دونه باید میر رو از پشت وارد بکنیم، اما اگر پیچمون به سمت چپ بود، خیلی معمولی 5 تا دونه رو یکی میکنیم. 6 تا دونه انتهای کارمون که از رو بافته میشن. اینم دونه حاشیه. رگ هشتم تمام دونه ها از رو بافته میشن. رج نهم رجی هستش که مدلمون تغییر میکنه، یعنی مدلمون باید بیاد روی بافت رکن قرار بگیره و رکن باید بیاد روی مدلمون قرار بگیره. برای این کار دونه حاشیه‌مون رو که برداشتیم، این دونه به 5 تا دونه تبدیل میشه، 1 2 3 4 و 5 تا. 4 تا به زیر میبافیم، 1 2 3 و 4 تا. این دونه را تبدیل به 5 تا میکنیم، 2 3 4 و 5 تا. خب این قسمت باید رکن بشه، تمام دونه ها رو از رو میبافیم، یعنی 6 تا دونه به رو بافته میشه، 2 تا 3، این 4، این 5 و اینم 6 تا. 6 تا دونه انتهای کارمون دوباره به این صورت بافته میشه، 1 دونه تبدیل به 5 تا میشه، 2 تا 3 تا 4 تا و اینم دونه 5. 4 تا رو به زیر میبافیم، 1 2 3 4 تا رو به زیر میبافیم، این دونه دوباره به 5 تا دونه تبدیل میشه، 1 2 3 4 و 5 تا. دونه بعدی که حاشیه هستش رو از رو میبافیم. رج دهم دونه حاشیه رو که برداشتیم، 5 تا دونه رو نبافته برمیداریم، نخ روی کارمون هستش، 2 3 4 و 5 تا دونه. 4 تا دونه بعدی از رو بافته میشه، 2 تا 3 3 و 4 تا. دوباره این 5 تا دونه نبافته برداشته میشه، 2 تا 3 تا 4 و 5 تا. بافت رکن از رو بافته میشه تمام دونه ها، 2
سه، چهار، پنج و شیشتا. دوباره این پنج تا دونه نبافته برداشته میشه، دو تا، سه تا، چهار تا و پنج، چهار تا و پنج تا، یک، دو، سه، چهار، پنج تا و چهار تا رو و دوباره پنج تا نبافته، دو، سه، چهار، پنج تا نبافته برمیداریم، اینم دونه حاشیه رو از رو میبافیم. رگ 11 بعد از اینکه دونه حاشیه رو برداشتیم پیچ داریم به سمت چپ. برای این کار این 5 تا دونه رو نبافته وارد میل میکنیم، دو دونه بعدیش رو از زیر میبافیم، یک و دوتا. 5 تا دونه رو میگیریم به میل سمت چپ، و دونه ها رو از پشت جابجا میکنیم. دونه ها رو از پشت جابجا میکنیم و این 5 تا دونه رو با هم دیگه از زیر یکی میکنیم. خب 5 تا دونه بعدی با این دوتا باید پیچ به سمت راست بشن. برای این کار نخ رو میاریم روی کار، دوتا دونه رو نبافته بر میداریم. حالا این 5 تا دونه رو 1، 2، 3، 4 و 5 تا دونه رو گفتیم یه مقداری آزاد ترش میکنیم به کمک میلمون و از پشت، ببینید از پشت وارد میکنیم و 5 تا دونه رو با هم دیگه از زیر یکی میکنیم. وقتی که یکی شدن حالا نوبت جا به جایی هستش، دو تا دونه رو به این سمت میگیریم، نخ رو میبریم پشت کار و دو دونه رو از زیر میبافیم به این صورت. 6 تا دونه رکن، 1، 2، 3، 4، 5 و 6 تا دونه رو از رو میبافیم. حالا 5 تا دونه بعدی با این دو تا دونه باید به سمت چپ جابجا بشن. 5 تا دونه رو گفتیم میگیریم به میل، دو تا دونه بعدی رو از زیر میبافیم، حالا جابجاشون میکنیم به این صورت. ببینید وارد میل سمت چپ میشن، دو دونه رو آزاد میکنیم و از پشت به میل میگیریم. 5 تا دونه رو با هم دیگه از زیر یکی میکنیم. برای پیچ به سمت راست گفتیم نخ روی کار، دو تا دونه رو نبافته برمیداریم. 5 تا دونه رو یه مقداری با میل آزاد میکنیم، میل رو از پشت به این صورت وارد میکنیم و از زیر میبافیم. خب حالا نوبت جا به جایی هستش، دو تا دونه رو با هم دیگه جا به جا میکنیم به این صورت، نخ رو میبریم پشت کار و این دو تا دونه رو از زیر میبافیم. اینم دونه حاشیه ما شدش. رج 12 تمام دونه ها از رو بافته میشن. رج 13 دونه حاشیه رو که برداشتیم دو تا دونه رو از زیر میبافیم، 1 و 2. حالا این دو تا دونه رو باید جابجا بکنیم، پیچ به سمت راست به این صورت، دونه رو جابجا میکنیم و هر کدوم از دونه ها تبدیل به 5 تا میشن، 1، 2، 3، 4 و 5 تا دونه. دونه بعدی را تبدیل میکنیم به 5 تا، 1، 2، 3، 4 و 5 تا. دو تا به زیر و بافت رکن از رو بافته میشه. 2
سه، چهار، این پنج و ششتا. دوباره دوتا زیر، دونه ها جا به جا میشن به سمت راست. یک، دو، سه، چهار و پنج تا دونه. دونه بعدی هم به همین صورت. یک، دو، سه، چهار و پنج تا. دو تا دونه از زیر می بافیم. یک، دو و اینم دونه حاشیه‌مون هستش. درجه چهاردهم، بعد از اینکه دونه حاشیه رو برداشتیم، دو تا دونه رو از رو می بافیم. ده تا دونه رو نبافته بر می داریم. نخ روی کارمون هستش. دو، سه، این چهار و پنج تا دونه اولمون و اینم پنج تا دونه دوم. دو، سه، چهار و پنج تا. بقیه دونه ها از رو بافته میشن. خب رسیدیم به این ده تا دونه نخ روی کار و دوباره نبافته برداشته میشن. یک، دو، سه، چهار، پنج تا دونه اول. یک، دو، سه، چهار، پنج تا دونه دوم و دو تا از رو می بافیم. اینم دونه حاشیه‌مون. رج 15، دونه حاشیه‌مون رو که برداشتیم، پنج تا دونه اول باید پیچ به سمت راست داشته باشن. برای این کار نخ رو میاریم روی کار. این دو تا دونه رو نبافته برمی‌داریم. پنج تا دونه بعدی، یک، دو، سه، چهار و این پنج تا رو به کمک میل یه مقدار آزادش می‌کنیم و حالا از پشت میل رو وارد می‌کنیم و دونه‌ها از زیر یکی میشن. حالا با دو تا دونه بعدی جابجاشون می‌کنیم. دو تا دونه‌ای که نبافته بودیم رو وارد میل سمت چپ می‌کنیم. این دونه رو به میل می‌گیریم، نخ رو می‌بریم پشت کار و دو تا دونه رو از زیر می‌بافیم. این پنج تا دونه با دو تا دونه بعدی پیچ به سمت چپ هستش. برای این کار پنج تا دونه رو نبافته برمی‌داریم اول. دو دونه بعدی از زیر بافته میشه. حالا این پنج تا دونه رو وارد میل سمت چپ می‌کنیم. دونه ها رو از پشت جا به جا می‌کنیم و پنج تا دونه با هم دیگه از زیر یکی میشه. شش تا دونه رکن. یک، دو، سه، چهار، این پنج و ششتا. دوباره پیچ داریم. پیچ به سمت راست. دو دونه اول رو نبافته گفتیم بر می‌داریم. پنج تا دونه بعدی رو، دو، سه، چهار و پنجتا. این پنج تا دونه رو گفتیم به کمک میل یه مقداری آزادشون می‌کنیم و حالا میل رو از پشت دونه ها وارد می‌کنیم و از زیر یکی میشه. وقتی پنج دونه یکی شدن، حالا جا به جاشون میکنیم. این دوتا دونه رو ببینید، این دونه رو میاریم جلوی دو دونه قبلی و از زیر میبافیم. پنج دونه بعدی پیچ به سمت چپ هستش. دونه رو نبافته میگیریم. دو دونه بعدی از زیر بافته میشن و حالا پنج دونه رو جا به جا میکنیم. پنج تا دونه رو با هم دیگه از زیر یکی میکنیم.
دونه حاشیه. رج 16 هم تمام دونه ها از رو بافته میشن. خب دوستان عزیز، مدلمون توی 16 رج تکمیل شد. شما اگر بخواید بافتتون رو ادامه بدید، دوباره باید از رج اول که 6 تا رکن بود، بعد مدل بود و دوباره رکن میبافیم. متشکرم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. ممنون میشم ما رو لایک کنید، کامنت بذارید و به دوستانتون هم معرفی کنید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدارتون.